و از طرف نسل شب اشاره بکنم که بر دوستان ایران کنید بگوید خاموش بشن. نمی خواهیم بر کلام زبان بگوید خاموش بشن. بس من به نسل بازیادتر بیشتر فکر کنم که آواز از این طرف درست است. ولادی هم خواهی به انگلیسی بگوید. اوکی. لای سلام بر حال وقتی از پای بزرگواران را در فیوان به رشادت و استواری و عشق مسئول نسبت بر وطن شدیدم به یاد این بیت از صاحب تبریزی افتادم. نیست صاحب کار هر کس سینه بر خاطر زدن، نیست صاحب کار هر کس سینه بر خاطر زدن، از دو صد عاشق یکی بیباد میآید بیرون. واقعا مسعود از واقعی‌ترین نماد سینه بر خاطر زنهای راستین وطن دوست بود. حال فرهیخته نام آشنا عبدالرحیم احمد پنهانی رئیس دانشگاه خورشید و بنیانگذار کتابخانه دانش را در دعوت میکنیم و رشته سخن را به دست ایشان میسپاریم. سالیان نبود مسئول قهرمان من نوشته بودم که
آنچه که از کسانی که مدعی اعلام ادعای مسئول بودن برای ما باقی مانده است، خاکبار تیهای نمکوزرهای است که از جاده های کابل بر سر روی ما می نشینده در بست. و بعد بختانه آن وضعیتی که بوده که منتهی را امروز شد. و گناه آنانی که به ارزش هایی که مسئول با آن باور داشت و در راه آن مبارزه می کرد در این سقوط اندک نیست. بله این سوال را همیشه باید از خود بپرسید که چرا در نمود مسعود ما به این روز رسیده؟ آیا اگر مسعود شهید زنده می بود ما به چنین سرنوشتی مواجه می شدیم؟ چرا با آن که از شهادت آن بزرگمرد 21 سال می گذرد هنوز هم با یاد او اشک حسرت در چشمها ظاهر و آه سرد در سینه ها گره می شود؟ مسعود شهید در عرصه سیاسی رهبری بود خردمند، آگاه، دارای بینش سیاسی و فرهنگی روشن و پخته شده در کره دانش تجربه و برنامه منظم و مبتنی بر آن. عامر صاحب فرمانده ماهر نظامی بود که جنگ را وسیله میدانست برای دفاع از ارزش‌های اسلامی و ملی که خود به آن باور داشت، نه هدف. او جهاد و مقاومت را یک وظیفه انسانی، اسلامی و مسئولیت تاریخی خود می دانست. بیاد دارم سالهای 74، زمانی که پس از جنگ نفسگیر در اطراف پلچرخی نیروهای حزب اسلامی به عقب زده شده بودند و قرار هم بود که خیلی زیاد به عقب زده شود، اما با وساطت چند تن از بزرگان که مسئول شهید با آن حلمی که داشت، با آن فروتنی که داشت، با آن تقوی که داشت، به هر حال به سانده چند نفر از ریسفیدار را قبول کرد و در ایلاتش بستن داد. اعضای کمیته فرهنگی شورای نظار شهر کابل را که تصادفاً موضوعی از آن بودن فرا خواند و گفت چند ماه فرصت داریم تا کارهای فرهنگی و آبادانی انجام بدهیم. می خواهم چند نمونه از چند ناحیه از کابل را من حیث نمونه سر و سامان رو بگیم. خیرخانه انتخاب شد، کوتاه میگویم. گفت از خیرخانه شروع بکنیم. حوزه پلیس را گفت که انتخابی میسازیم. شهرداری را انتخابی میسازیم. کمیته سیاسی شورای نظار خیرخانه و فرهنگی وظیفه دارند که مقدمات یک نشست با بزرگای خیرخانه در منظور سرور کائنات برای 14 روز بعد که حساب کرد که روز جمعه میشد ساعت 10 تنظیم بکنند. دستور رفتیم. مقدمات چنده دعوت کردیم از بزرگایی که میتونستن در شورا شرکت بکنن و بالاخره نزدیک میشده این 14 روز جمعه که قرار بود آن رسل تشکیل بیارد و ما نگران بودیم که با این مسئولیتی که دارد میگه یا نه نه ما دقیقه مردم جمع میکنیم و دعوت کردیم که نشد که به اصطلاح آمدن اتانا. خب تماس گرفتیم گاهی جا به سراج بود، گاهی پنچه بود، گاهی از جای دیگه بود، گاهی از جای دیگه و ما با دل لحظان از ساعت 8 همون روز در پیش مسجد بودیم. دقیقا ساعت 10 صبح بود که موترش امرای دو با دیگار استاد کرد در پیش دروازه مسجد، داخل سن مسجد سرار کائنات آمده داخل شد، آمد همه شیشتا بودن در دور مسجد گیر شده بود در شیشتا بودن صحبت شروع کرد. وقتی که گفت می خواهیم نظم امنیت همین شهر خیرخانه و برنامه خود را گفت یکی از کسایی که سمت وزارت داشت من نامش را نمیگیریم گفت کامر سیدار ما 200 کلشین کوف بده گفت من برای یک هفته امنیت هم میگیرم طرف سری کرد خنده کرد گفت 200 دوزه ایلا دارم برای نه گفت از این نمیگه تک میگیرم ما افسرهای سابقه و کسایی تجربه داشتن و بسیار کسار دارم بالاخره اون جمعه رو بخندم یک شورا از اونجا تقیی کرد که این نفر اگر مشکل داشته به شما بیایید برای کسای اونجا وظیفه داد که برای ازنا یک کارت بتن که کس مالی رفتنشان از دامر سید بشه و یک خط برای مخابرچی و دستور داد که از اینا باشه و بالاخره به تنظیم تن و گفت که برنامه بعدی ما کارتی پروان است. اوواد زبیری ما اون طرف گفت پایان که
متاسفانه دو هفته نگذشته باز جنگ ها شروع شد. بله مبارزه در همه اشکال ها که یک بود آن مبارزه مسلحانه بود، چه در جریان جهاد علیه موسی و چه در جریان دفاع در برابر دخالت های پاکستان و سایر کشورهای تما در مراحل بعد از پیروزی مجاهدین و مقاومت اول، برای مسعود یک وسیله بود، چنان که گفتم وسیله برای رسیدن به هدف روشنی که در برابر خود نهاده بود و برای دست یافتن به آن سالها با مشقت و سختی اما سنجیده و آگاهانه مبارزه کرد. مبارزه ای که او در پیش گرفته بود تنها جمعه نظامی نداشت. این مبارزه به صورت گسترده عرصه‌های فرهنگ، اجتماع و دین را در بر می گرفت. در تمام این عرصه‌ها مسعود نه تنها حرف برای گفتن و برنامه برای تربیت داشت، بلکه در دشوارترین شرایط از به اجرا گذاشتن آن غافل نمی شد که من مثالی از آن آوردم. هدفی که آقای شهید در برابر خود نهاده بود افغانستان بود. افغانستانی که عاشقانه ازش دفاع میکرد و برایش میجنگید و برای آینده آن تصویر روشنی داشت. او یک افغانستان آزاد، با عزت، با اقتدار، آباد، واحد و یک پارچه میخواست. افغانستانی که همه شهروندانان در یک فضای سرشار از آزادی و آرامی و برخوردار از عدالت اجتماعی زندگی بکنند. حاضرین گرامی، ما در شرایط دشوار و مراتب دشوارتر از دوران جهاد و مقاومت اول قرار داریم. همه دستاوردهای ما که ثمره رشادت ها و جانفشانی های بهترین فرزندان ما در بیش از دو دهه اخیر بود، با یک توانی ماهرانه از پیش ریخته شده از دست رفته است. مقاومتگران ما با کمترین امکانات، حتی می توان گفت با دست خالی، در برابر دشمنی که سر تا پا مسلح است و مز دست پیروزی است و حمایتگران نیرومندی هم در اکتب خود دارد می جنگند. بازخوانی مبارزات جهاد و مقاومت، تحلیل و ارزیابی آنها که می توان آن را آسیب شناسی خوان، امروز بیش از هر زمان دیگری برای ما لازمی و حتمی است. ما انتظار داریم تا ترسیم روشنی از مقاومتی که امروز جوانان رشید ما برای داختن صورت میگیرد. ما برای چی میگیم؟ برای چی این همه قربانی میگیم؟ در این دو روز گذشته ما شما شاهد شهادت چندین تن از جوانان بسیار عزیز ما در پنجشیر و اندراب بودیم. خون این عزیزان برای چی میریزند؟ چگونه می توانیم با اتکا به تجارب به دست آمده از بیش از دو دهه مبارزه امروز راه روشنی برای مقاومت مبارزه خود ترسیم کنیم تا فردا خون این عزیزان ما به هدر نرود و تجارب تلخ گذشته تکرار نشود؟ یکی از موضوعات مهمی که در این راستا مطرح است تعیین نظام سیاسی برای افغانستان است که در آن هر شهروند کشور ما خود را در آینه آن دیده و حقوقشان در آن رعایت گردیده و محفوظ باشد. درست همان چیزی که مسعود شهید آن را میخواست. وقتی از حقوق شهروندی صحبت میکنیم، منظور از همه حقوق انسانی، مدنی و اجتماعی است که یک شهروند در یک جامعه عدالت محور از آن برخوردار است. مسعود خواهان یک نظام غیر متمرکز و تعیین نظام در کشور از طریق انتخابات سالم و عادلانه بود. گاهی از نسخه های متفاوتی سخن زده می شود. یک چیز را می فهم سریع حضور شما عرض کنند. بعضی ها از تجزیه افغانستان سخن می گویند و آن را داروی درد ما می پندارند. و یا داشته باشید. مسعود شهید اشکالی از تجزیه سخن نگفته بود و آن را رای حل معقول و مقبول برای افغانستان نمی‌دانست. چنان که ذکر کردند، مبارزه مسعود برای افغانستان و همه باشندگان آن بود. جدا از قوم،
و هر چیز دیگری که به طور ممایز و متمایز دوستان افتادن. شاید نسخه تجزیه برای بعضی ها ساده ترین راه حل در شرایط کنونی برسد و بخواهند از دشواری های مبارزه نفسگی و طولانی خود را نجات بدهند و با گفتن به اصطلاح ایرای تو ایرای من خود از این را برنخواهند. اما این یعنی نوع ساده پنداری و گریز از دشواری های مبارزه است. ما مبارزه طولانی بسیار سخت نظامی، سیاسی و فرهنگی در پیش داریم تا بتوانیم مردم ما را از شر گروه جاهل طالب نجات بدهیم. این مبارزه ما برای انسان‌های همه سرزمین ما باشد. یاد ما باشد اگر کسی میتوانست افغانستان را تجزیه کند، احمد شاه مسعود در اواخر جهاد و در جریان مقاومت اول. جغرافیا داشت، قدرت داشت، مردم در کوشش استاد بود، با آسانی میتوانست این کار را بکند. اما نکرد. چرا؟ خود از افغانستان میدانست و افغانستان از خود میدانست. قومی نشد و دلیل آن واضح بود. او به لحاظ باورهای اسلامی و انسانی خود نه تنها به قوم پرستی و برتری خواهی قومی باورمند نبود، بلکه در عمل نشان داد که ایهان علیه آن با جان مبارزه می کند. پس کمر را سخت ببندید. و در این فضای مسموم که طالبان ایجاد کردن در راه ایجاد یک جبهه مشترک ضد طالبی متشکل از همه اقوام و گرایش های فکری با اهداف روشن گام برداریم. ما نه ظلم میکنیم و نه ظلم میپذیریم. دوستان عزیز، یکی دیگر از ویژگی های آمرس شهید نبوغ تشکیلاتیش بیادتان هست حتما که در دشوارترین لحظات جهاد، مراحل جهاد، دست به ایجاد شورای تشکیل شورای نظار با وجود که می دانست که دشمنان خربه شاید از این کار او بسازند و گویا تشتت در بین جمعیت اسلامی بیاندازند، اما با تفاهم با استاد شهید شورای نظار تشکیلات شروع اندازی کرد و ما دیدیم که با ایجاد تشکیلات شورای نظار تحول بسیار بزرگ در جهاد افغانستان آمد. اما پس از پیروزی دولت مجاهدین اولین کاری که در قسمت تشکیلات کرد ادغام تشکیلات شورای نظار در کمیته های سیاسی جمعیت اسلامی افغانستان و این فروتنی تواضع و خودگذری آمر شهید نشان می‌دهد. دوستان عزیز، چندین بار این نکته را که ما در شرایط سختی داشت قرار داریم تکرار کردم. تقاضای ما، من، از جبهه مقاومت ملی مردم افغانستان به رهبری احمد مسعود، آمر جوان ما، این است که تجارب آموزنده مسعود شهید و درس‌های برگرفته شده از جهاد و مقاومت اول را در عرصه‌های نظامی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اساس کار خود قرار دهد. انشاءالله این بار نیز در برابر متجاوزین و سپاه جهل طالب که با کمک امریکا قدرت را در افغانستان تسلیم شدند پیروز میشود. درود و رحمت پروردگار عالمیان و روان پاک تمام شهدای ما. سلام. Thank you.
جناب پرمانی صاحب فراوان سپاسمندیم که از راه دور از کشور کانادا دعوت ما را پذیرفتن و تشریف آوردن و با حرف و حدیث‌های خودشان دل ما را روشن‌تر کردن. جناب پرمانی صاحب بسیار زیاد تشکر.